بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب هفتم كتاب توحيد مرحوم صدوق. باب أنه تبارك وتعالى شيء. همونطور که ذهن بشر همیشه در پی اینه که از ذات احدیت یک حقیقت ملموس و متوهمی بسازن، مکتب وحی و برهان در پی اینه که خداوند تبارک و تعالی را از تمام محسوسات و ملموسات و حالات و صفات و اجزا تنزیه کنه. لذا گاهی کسانی که در مکتب وحی تعلم میبینن، کم کم به اینجا میرسن که آیا اصلا خدا رو میشه ما یه چیزی بدونیم یا نه. لذا یه نفر میاد از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، ایجوز و ایقال ان الله عز و جل شیئون، اصلا ما میشه بگیم خدا یه چیزیه؟ قال نعم. حضرت هم میدن بله، خدا یه چیزیه دیگه. خدا هیچی نباشه که میشه چی؟ میشه معدوم، عالم بدون خالق، حادث بدون محدث، این که عرف واضح البطلانیه. بله خدا واقعا یه چیزی هست، اما تو باید وقتی که میگی خدا چیزی هست دقت کنی از دو طرف غلط خودت را به دور بداری. یکی این که خدا را تشبیه کنی به سایر اشیاء دارای اجزا و صفات و احوال، دیگر اینکه نفی خدا بکنیم. پس اگر بگیم خدا هیچی نیست، نفی خدا کردیم، به تعطیل رسیدیم، باب خداشناسی رو تعطیل کردیم و به انکار و جحود رسیدیم و خلاف بدیهت عقل سخن گفتیم. و از اون طرف اگر خدا را بخوایم چیزی مانند سایر اشیا بدونیم، به تشبیه رسیدیم و نتیجتاً خداوند تبارک و تعالی هم محتاج خالقی خواهد شد که با تسلسل و این حرفا کاملا واضح البطلان خواهد بود. لذا فرمودن نعم یخرج عن الحدین، وقتی که تو میگی خدا یه چیزی هست، از دو حد و دو جهت او رو بیرون میکنی. حد تعطیل، یکی این که بگی خدا هیچی نیست، خب تعطیل انکاره. و حد تشبیه، البته باز حواست باشه وقتی که او را موجود میدانی و یک چیزی میدونی، شبیه به هیچ شیء موجودی ندانی، چون تمام اشیاء موجود غیر از ذات احدیت دارای صفات و حالات و اجزا هستند. و در روایت دوم باز هشام ابن حکم گفت که امام صادق علیه السلام به زندیقی که پرسید ماهو، حین سأله ماهو، زنادقه در روایات ما در واقع به همون فلاسفه گفته می شدن، فلاسفه در لسان اهل بیت علیهم السلام زندیق نامیده می شدن. و اینها در زمان اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا در زمان مثلا امام باقر، امام صادق علیه السلام، ما کلمه فیلسوف و فلسفه را به عنوان اصطلاح نداشتیم و رایج نبوده، بلکه هر جا کسی رو گفتن زندیق بوده یا از زنادقه بوده، همون افرادی بودن که مطالب فلسفه رو، همون اعتقاداتی که فلاسفه بهش قائل هن، ارائه می دادن و اهل بیت علیهم السلام هم اینها رو رد می کردن.
یک زندیق آمد از امام علیه السلام سوال کرد که خدا چیه؟ قال هو شیء بخلاف الاشیاء، خدا واقعا یه چیزیه اما برخلاف همه اشیاء. ارجع بقولی شیء الى اثبات معنا. وقتی میگم شیء یعنی یک حقیقت و واقعیتی را، یک معنا و مقصودی را دارم اثبات میکنم، توهمی و خیالی و عدم محض رو بیان نمی کنم. و انه شیء به حقیقت شیئیه، و واقعا خدا شیئه، شیء واقعی، شیء حقیقی، به حقیقت شیئیت شیء است. نه اینکه باز شیء بگیم باز بگیم شیء، همینجوری گفتیم شیء ها، ولی خدا هیچه، بازم غلطه. غیر انه لا جسم ولا صوره، فقط باید بدانی که شیء دو رقمه، یا اجزا داره که میشه جسم و صور و حالات جسم، یا بدون اجزاست که همون ذات احدیته. حالا متاسفانه فلاسفه و عرفای ما میان هر روایتی هم که میبینن با طبق مبانی غلط خودشون سوء استفاده میکنن. اینجا مثلا اومدن فلاسفه و عرفا و تفکیکی ها گفتن ها ببین این روایت که میگه شیء به حقیقت شیئیه، یعنی شیء حقیقی و واقعی فقط خداست، بقیه اصلا شیئیتی ندارن، هیچن، فقط اسم شیء روشون هست، اینم تازه معنایی نداره، نمیدونم از این حرفای مهمل که میخوان به وحدت وجود برسن و ما سوى الله را هیچ بدانن الا به قول خودشون فقط با هیچ در لفظی، در لفظ فرق داره و اون ماهیاتی که صور همون ذات خداست. یعنی در واقع میخوان بگن همونطور که در دریا فقط آب وجود داره و این صورتها چیزی در مقابل آب نیستن، بلکه صورتها و امواج خود آبن، میخوان بگن خدا هم حقیقت وجود کل عالمه و ماها صور و شکلها و موجهای ذات خدا هستیم. متاسفانه به این حرفای باطل رسیدن، در حالی که میبینید روایت نمیخواد بگه حقیقت شیئیت مال خداست و بقیه هیچن، شیطان هم خداست، نمیدونم موج و دریا هرچه که از ذات خداست، خیر، بلکه کسی که فکر میکنه خدا یک موجود توهمی تخیلی معدوم لاشی نه هیچی اینجوریه، میفهمن نه نه این غلط، خدا واقعا شیئه. بنابراین اینم باز از روایات جالب و مفیدیه که باید در نظر داشته باشین. بعد خدمت شما عرض شود که حدیث ششم، سألت ابا جعفر الثانی علیه السلام عن التوحید، از امام جواد علیه السلام درباره توحید پرسیدم. فقلت اتوهم شیئا، شما که همیشه میفرمایید خدا توهم نمیشه، خدا صورت نداره، خدا با عقلم شناخته نمیشه، ذاتش شناخته نمیشه، خب من چیکار کنم؟ خدا درباره خدا یه چیزی باید به ذهن بیارم یا نه اصلا درباره خدا هیچ نباید صحبت کرد، هیچ فکرم نباید کرد؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله بله. اللهم اني اسالك من شرفك باشرفي وكل شرفك شني. اللهم اني اسالك بشرفك كله. توهم دو رقمه، یه وقت من توهم میکنم شیئی را مانند مثلث و مربع و درخت و هندوانه و نمیدونم خدمت شما عرض شود که ماه و ستاره و صورتهای مختلفی داره، یه وقت نه تعقل ذاتش نمیکنم، البته فکر و اندیشه و توهم و تعقل خودم را متوجه ذاتی میکنم که حد و حدود وجودی و شکل و صورت براش درست نکردم. این کار رو بکن، چون اگه این کار رو هم نکنیم باز میفتیم تو دریای زلالت فلسفه و عرفان و تفکیک که میگن اصلا بحث فکری درباره خدا باطله، بحث عقلی و استدلالی هم درباره خدا جنونه و باطله، فقط باید بری در لافکری مطلق فکرت را از خودت جدا کنی و خودت را از افکار و اندیشه ها جدا کنی، در اون قفلت مطلق که هیچ من و توی دیگه وجود نداره، مثل کسی که مثلا در یک لحظه خودش هم فراموش بکنه، حالا در اون لحظه تو خوب واجد خدا هستی دیگه. معرفت حقیقی یعنی این که تو با خدا یکی باشی و واجد خدا باشی. این حرفای باطل، هدف هم بودن نه نه اون لافکری و ریاضت و تجرید و انخلاء و این حرفای باطل عرفا و فلاسفه در واقع تو رو
گمراه نکنه. بله با فکر و اندیشه باید درباره خدا بحث کرد، اما این گونه که هر چیزی را که ما دارای شکل و قیافه و اجزا در تصور و توهم آوردیم خدا غیر از اینه. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، هر چیزی که وهم تو بر اون واقع شد که در واقع معقول و محدود است و اجزا داره خدا به خلاف اینه. هر چی به ذهنت آمد بگو خدا به خلاف اینه، بگو سبحان الله لا یشبه و شای، هیچی شبیه خدا نیست. ولا تدرک الاوهام، و وهم ها نمیتونه ذات خدا رو درک کنه. کیف تدرک الاوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الارهام، چطور میشود اوهام بیاد ذات خدا را بشناسد در حالی که خدا برخلاف چیزهایی که توی وهم ذاتشون شناخته میشه و شکل و صورت و اجزا دارن. انما یتوهم، حتما با توهم، با تفکر، با اندیشه خدا را توجه داشته باش، ولی غیر معقول شیئون، غیر معقول ولا محدود، ولی نه اینکه صورت عقلی متجزی و حد و حدود وجودی بهش بدی مانند مخلوقات. بنابراین باز هم خداشناسی حتی تنزیهی و تسبیحی هم همون ذاتی است که جزء و کل زمان و مکان نداره و با فکر و اندیشه و عقل شناخته میشه، نه با اینکه ما فکر و اندیشه رو کنار بذاریم مانند قطره‌ای که در دل دریا خود را گم میکنه خودمون رو تو وجود خدا گم کنیم و اون گم شدن رو اسمش رو بذاریم معرفت خدا، که اسمش رو میگن علم حضوری، چون وجود در وجود خدا حضور پیدا کرده مانند قطره در دل دریا، که اینها همون الحادات و زندقه و کفر وحدت وجوده که عقیده یک کفرآمیز و باطلی است. ولو اینکه البته کسانی که متوجه نمیشن چی میگن و مسلمانن، این الفاظ رو میگن و خودشون حالیشون نمیشه چی میگن، ولو صد تا تعریف هم داشته باشن، اینها بارها عرض کردیم بحث کفر و الحاد و زندقه اونها نیست، اونها متوجه نیستن چی میگن. ولی کسی واقعا بفهمه، به قول فقهای بزرگوار ما ملتزم باشه دیگه، بعد بگه خب من که خود خدایم، لذا نه نماز و نه روزه و نه قیامت و نه حرام و نه حلال، هیچ حالیم نیست، و این میشه چی؟ هم نجس و هم کافر. اما کسی که متوجه نیست چی میگه که بخواد التزامی به اونها داشته باشه دیگه، این حسابش جداست. پس روایات دیگه هم در این باب ما داریم که ما باز از باب این که تکرار نشه و انشاءالله مباحث جدیدتری را دنبال کنیم از اونها از طرف نظر میکنیم. در روایت چهارم باب ما جاء فی الرؤیا، باب چهارم، یکی از مباحث مهمی که در توحید ما داریم اینه که آیا خداوند تبارک و تعالی دیده میشه یا نه. خب دیدن اگر به معنای یقین باشه خب اشکالی نداره، مثل اینکه آقا من میبینم که شیطان دشمن منه، من میبینم که امام معصوم چه عادل است، رحیم است، ودود است، غفور است، خب این اشکال نداره. ولی این که دیدن را بخوایم یک معنای دیگه، مثلا ذات خدا در جهت مقابل ما باشه ما او رو ببینیم، یا مانند علم حضوری که بگیم ما در ذات خدا مزمحلیم، خدا را میبینیم که در وجودمونه، یعنی ما در وجود او و او وسیع است و ما حسه از ذاته، و اینها همون علم حضوری و رؤیت فلسفی و عرفانی و تفکیکی است، غلطه. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الی السما بلغ بی جبرئیل مکانا لم یطع جبرئیل قد، وقتی که مرا به آسمان به معراج بردن جبرئیل مرا تا جای رسون که از اونجا خود جبرئیل هم دیگه نرفته بود هرگز. فکشف لی بله فکشف لی فارانی الله عز و جل من نور عظمتی ما احب، کسی خیال نکنه که اونجا من رفتم ذات خدا رو دیدم، ذات خدا دیده نمی شود، بلکه اونجا پرده بر کنار رفته و خداوند تبارک و تعالی از نور عظمت خود آنچرا خواست نشان من داد. حالا نور عظمت در اونجا چیه؟ نور عظمت باز از مخلوقات باری تعالی است، مثلا ما لله آیتون اکبر منی، هیچ آیت و نشانه ای و نوری از انوار مخلوقی به عظمت و نورانیت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نیست. و در اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله اون جلوه حقیقی امیر المؤمنین در اون عالم
فوق و آسمان ها برای حضرت ظاهر شده و علی ای حال اونجا، حالا در اون قسمت نمیخوایم فعلا وارد بشیم، علی ای حال خداوند تبارک و تعالی ذاتش قابل دیدن نیست، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در معراج، نه در خواب، نه در بیداری، در هیچ جا. و اونجا هم از نور عظمت و این که مخلوقات و موجودات و انواری را دیده است که در عین عظمت اینها باز به عظمت و سبوحیت و قدوسیت و فراتری ذات خداوند تبارک و تعالی برایش تجلی فرمود. و در روایت بعدی رجلی از خوارج آمد به امام باقر علیه السلام، گفت ای شیء تعبد، چی میپرستی؟ چه چیز رو میپرستی؟ حضرت فرمودن الله را. قال رأیته، خدا رو دیده ای؟ قال لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان. بله، خدا با چشم مشاهده عینی که دیده نمیشه، ولی قلب ها با حقیقت ایمان به این که ما مخلوق هستیم و خدا ذاتی است که جزء و کل نداره و قطعا هست و یقینا هست، او رو میبینن. لا یعرف بالقیاس، خدا با قیاسات و با مقایسه با اشیاء شناخته نمیشه، با حواس درک نمیشه، شبیه مردمان نیست، موصوف به آیات و معروف به علامات، بلکه مخلوقات و آیات و اینها رو میبینیم و پی به خدا میبریم. لا یجور فی حکمه، و خداوند تبارک و تعالی در حکمش هم هیچ خطا و غلط و اشتباه و ظلم و ستم و ناروا وجود نداره، به احدی احتیاج نداره. ذالک الله لا اله الا هو، اوست خدای برتر ما و خدای فراتر و متعالی ما که جز او خدا و معبودی وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي.